به احترامی به قاید شیعیان توسط گروه طالبان با وجود که شمار زیادی شیعیان به دستور پیشوایان مذهبیشان امروز را اید اعلام نکردند از سوی طالبان مجبور به اقامه نماز اید شدند سلام بر شما امروز 28 جون سال 2023 میلادی و برابر با هفتم سرطان سال 1402 هجری شمسی است گروه طالبان امروز چهارشنبه را به عنوان عید قربان در افغانستان اعلام کرده است در این میان ما شمار زیادی از شیعیان افغانستان به دلیل عدم اعلام اید از سوی شمار مراجع تقلید هنوز اید اعلام نکرده و قرار است که فردا اید کنند اما گروه طالبان آنان را مجبور به اقام نماز اید کرده است موردی که از دید شیعیان افغانستان خلاف دستور دین و به احترامی به مذاهب و عقاید مردم افغانستان است امروز منابع از ولایت های گناگون در گفتگو با سنترال افغانستان تایید کردند که گروه طالبان آنان را به زور به نماز عید بردند. با وجود استدلال بزرگان محلی اما سخنانشان نادیده گرفته شد و حتی تهدید به مرگ شدند چندین منبع از ولسوالی لل و سر جنگل ولایت قور در گفتگو با سنترال افغانستان میگویند که مردم قرار بود فردا عید کنند زیرا مراجع تقلید امروز را عید اعلام نکرده بودند اما به ادعای منابع گروه طالبان با زور دکانها را بست و مردم را با تهدید و میله تفنگ به نماز بردند این منابع میگند که هرچند مردم با تهدید طالبان به نماز عید حاضر شدند ولی قربانی هایشان را ذبح نکردند و قرار است که فردا این مراسم مذهبی را انجام دهند این منابع میگن که بزرگان محلی و ملاها با مسئولان طالبان صحبت کردند ولی نیروهای طالبان گفته است آنچه ما میگوییم دستور اسلام است و اگر کسی مخالفت کند جانش را میگیریم منابع همچنان از جبرائیل هراد نیز در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که یک بخش بزرگ اهل تشیع در این ولایت امروز را عید اعلام نکردند ولی گروه طالبان آنان را به نماز عید بردن این منابع ما میگن که یک فیصدی از شیعیان امروز را عید گرفته بودند ولی اکثرا قرار است که فردا قربانی هایشان را ذبح کنند با این وجود گروه طالبان آنان را به زور به نماز عید بردن منابع از ولایت بامیان نیز در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که در ولسوالی های گناگون و مرکز این ولایت گروه طالبان با زور میله تفنگ مردم را به نماز عید بردن و به نحوه به عقاید شیعان به احترامی کردند این منابع این رفتار طالبان را وحشیانه خوانده و می که این گروه فقط خود را انسان میشمارند و دوست دارد که همه عقاید و رفتار درست و نادرستشان را بر مردم افغانستان تحمیل کنند این منابع میگویند که طالبان زندگی را بر مردم حلقه کرده است در ولایت های دیگر چون کابل، مزار شریف، سمنگان، سرپل، دایکندی و غیره نیز این رفتار طالبان گزارش شده است. قابل ذکر است که شیعیان در بسیاری از مسائل دینی از مراجع تقلید خود پیروی می کند. تا زمانی که مرجع تقلید یک مقلد حلول ماه رمضان، عید فطر و یا عید قربان را تایید نکنند، آنان عید و یا روزه نمی بسیاری از مراجع تقلید شیعیان در افغانستان و جهان فردا را عید اعلام کرده است. قبل از ذکر است که طالبان یک گروه افراطی و متاثر از مکتب دیوبندی و وهابیت است هرچند که مذهب رسمی این گروه در افغانستان سنی حنفی است ولی در طول سالها متاثر از وهابیت بوده و رفتارتون به ناشایسته با شیعیان در افغانستان دارد قبل از آمدن طالبان و در طول سالها و حتی دهها مردم افغانستان چی شیعه و سنی کنار همدیگر زندگی مسالمت آمیز داشته است حتی اگر یک روز هم اید نکردند همدیگر مثل برادر و هموطن زندگی کردن و عقاید همدیگر را احترام گروه طالبان اما با آمدنشان بیشتر مسائل مذهبی و قومی را دامن زده موضوعی که به گفته شهروندان افغانستان کشور را به تباهی میبرد